رامین پرسیده که اگه همه چیز به یک علت العلل نیاز داره، چرا خود عالم نمیتونه اون علت العلل باشه؟ چرا نیاز به یک علت غایی خارج از خودش نیاز داره؟ خب اینو من گفتم، این برگرفته از فلسفه ارسطوییه که نقش بسیار پررنگی در ادیان الهی بازی میکنه. دست کم در علم مدرن، در فیزیک کوانتومی، ما پدیده های خود به خودی زیادی داریم و اشاره هم کردم مقاله بسیار دیگه میشه گفت کلاسیک و درخشان ستیون هاکینگ و همکارش جیم هارتل در 1976 یا 74 نشون داده که اگر انرژی کل عالم صفر باشه، میشه این عالم بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی و نسبیت عام اینشتین، میشه این عالم خود به خود به وجود بیاد حتی تحت شرایط دیگه. ای الکس ویلنکین روسی هم 2 سال بعد از این مقاله نشون داد که میشه عالم خود به خود بر اساس قوانین فیزیک کوانتومی و نسبیت عام به وجود بیاد. بنابراین من فکر کنم این سوال داره به یه مغلطه اشاره میکنه از خدا باوران که میگن همه چیز باید یک علت داشته باشه، بعد ما میگیم خدا چی؟ بعد میگیم اونا میگن نه بغیر از خدا، بعد ما میگیم خب پس اگه یه سری اگه پس این قانون کلی نیست. خب چون شما یک مثال دارین، حداقل یک مثال دارین که علت لازم نداره. اگه یک مثال هم وجود داره که علت لازم نداره، پس چرا اینو به خود جهان ندیم؟ و میگن نه، جهان باید علت داشته باشه ولی خدا نمیتونه علت نداشته باشه، که این مغلطه special pleading میشه که اسم فارسیش هم پیدا کردم، میشه مغلطه استدلال یک طرفه. یعنی استثناء قائل میشین برای اون چیزی که شما خودتون میخواین اثباتش بکنین، ولی این قانون بقیه همه چیز دقیقا. میخوام بگم که ببینید اینا اگه دقت کنین، من میخوام مثلا به جنبه تاریخیش اشاره کنم. اینها برگرفته از اون نگاه ارسطوست به جهان بینی ارسطوییه. یعنی خب ارسطو یک متفکر بسیار بسیار بزرگی بوده و احتمالاً اولین دانشمند طبیعی هم بوده، ولی خب اشتباهات فاحش وحشتناکی داشته و او همش میگه برای هر علتی وجود داره و اون از واژه پرایمر موور استفاده میکنه، یعنی پویاننده نخست، پویاننده اول، علت العلل. یعنی میگه بالاخره باید همه از یه علت اولیه شروع شده باشن، که ما هم سالمون اینه که میتونه خب همون علت العلل میتونه اون جهان باشه، خود آدم باشه. دقیقاً. آقای دکتر، این برهان دو تا مشکل دیگه هم بغیر از چیزی که گفتیم اینه که داره، اینه که حتی اگه فرض کنیم باشه پس یک علت و عللی هم باید باشه که خود جهان نیست، خب باشه علت هم داشته باشه، فرض کنیم علت و عللی داشته باشه، این چه ربطی با خدا داره؟ بالاخره همه تعریف های خدایی که شما کردین اینا باید بیان اثبات بکنن که این علت هوشمنده باشه. نه اصلا خدا هم اصلا خدا من این تعریف های خدا یک موجود هوشمند رو میخواد. یعنی اینا مورا بردن به یه جایی که تازه کارشون شروع شده که حالا بیان این علت و علل چه ربطی با مثلا یک موجود هوشمند داره؟ هیچ ربطی نداره. یکی هم یه مشکل دیگه هم که این برهان داره، راسل تیپاتو گفت اصلا مشکل داشت با این که حتما باید یه علت و علل باشه، اصلا میگفتش که یه کلیگوییه، یعنی ما تجربه های شخصی خودمونو که میبینیم همه چی علت داره، حالا اینو میگیم پس جهان هم باید علت داشته باشه. یه مثالی هم که زد اینه، گفت راسل که مثال زد، مثالش این بود که مثل اینه که بگیم که چون همه مادر دارن پس کل بشریت هم باید یه مادر داشته باشه. یه همچین مثالی زد، گفتش که ممکنه اصلا جهان علت نداشته باشه، یعنی این فقط ما میبینیم همه چی علت داره، اینو یه کلیگویی برای همه جا داریم. دقیقاً. یعنی این یکی از مشکل بزرگان ما بوده، در از همه بزرگتر اونها فرض کنید خیامه. خیام پرسش‌های بسیار اساسی رو میکنه، اما حتی خیام یا به خودش این جرأت رو نمیده یا جرأت نداشته، یا به هر حال ما ازش مستندی نداریم که بگه خب شاید اصلا این عالمه که قراره توش ظلم باشه
بی‌عدالتی باشه، بی‌نظمی باشه، نه اینکه بگیم که نه یه خدایی وجود داشته که اینا رو درست نیافته. حالا من در مورد هوشمندیش هم البته بحث دارم، چون با تعریف کنیم هوشمندی یعنی چی، چون حداقل با تاریخ آنچه که در روی زمین اتفاق افتاده ما میبینیم الگوریتم خیلی افتضاحه، خیلی بده. یعنی اگه هوشمند، من مطمئنم که همین الان اگه مهندسان ما میخواستن یه سیستمی رو بسازن، سیستم خیلی خیلی بهتری میشه. مثلا همین سیستم گوارش ما، مهندسیش خیلی خیلی بهتر با افیشنسی و بازده بهتری میتونست طراحی شه تا این گونه که از این مسئله بیش وزنی، چاقی، همه ناشی از همین سیستم گوارشیه که به خاطر فرگش اتفاق افتاده، نه به خاطر طراحی هوشمند، چون اصلا طراحی هوشمندی نداره. اتفاقا این پیچ با پیچا شما نگاه کنید، کسانی که میخوان لاغرشن میرن اون پیچ با پیچا رو باز میکنن، میبرنشون که مستقیم بشه، این کسب انرژی رو از بدن شما کاهش بده. بفهمید یه مثالی که دیگه این همین وجود داره، نیل دیگراس تایسون میگه که اگه بدن انسان رو نگاه بکنید، آلت تناسلی دقیقا بغل جای مدفوع ایناست. یعنی مثل این که یه شهر بغل مثل که پارک رو بذارن کنار مثلا فاضلاب، مثلا در جای فاضلاب و اینجور چیزا. یعنی اصلا یعنی مشکلات زیاد هست. اگه کسی اینو تنظیم کرده بود، طراحی کرده بود، طراحی های خیلی بهتری میشه. خیلی بهتره. هم میگم من حتی در خود هوشمندیش هم مسئله دارم که تعریف هوشمندی چی هست اینجا. باز برمیگم، آیا هوشمندی به معنای وضع قوانین طبیعت با تمام مشکلاتی که وجود داره؟ بله. وگرنه ما میدونیم قوانین طبیعت به طوری به وجود آمدن یا وضع شدن، حالا بسته به این داره که جز کدوم نهله فکری باشید، که به هیچ وجه درش عدالت وجود نداره. یکی از مشکلاتی که انسان‌ها دارن این است که دنبال عدالت می‌گردن و می‌گن یکی از خارج قراره این عدالت رو به زور تحمیل کنه به این سیستم، در صورتی که اگر می‌خواست او قادر مطلقه دیگه. خب چرا اصلا توی سیستم تعریف نکرد عدالت رو؟ احتیاج نباشه کسی به زور این رو بخواد تحمیل کنه توی سیستم. بنابراین من هوشمندی در اینجا نمیبینم واقعا. جمهوری بی خدایان